با درود به بینندگان تلویزیون برابری، تا کنون در جنگ اسرائیل و فلسطین 37,240 فلسطینی کشته شدند. حداقل 8,000 نفر از مردم غزه زیر آوار ساختمان‌های فرو ریخته مفقود شدند. بخش قابل توجهی از مردم غزه از گرسنگی در حال مردنند. سازمان‌های بین‌المللی و پزشکان در غزه نسبت به شیوع گرسنگی و سوء تغذیه در غزه هشدار دادند. اسرائیل بدون توجه به قطعنامه شورای امنیت و حکم دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه و حملات مرگبار خود ادامه می‌دهد. حملات در حالی ادامه دارد که مخالفت با نتانیاهو گسترده تر می شود. گروهی از مردم اسرائیل در مقابل سکونتگاه نخست وزیر اسرائیل تجمع کردند. معترضان خواهان تفاوق فوری دولت با آتش بس و بازگرداندن اسرائیلی هایی که در 7 اکتبر به اسارت گرفته شدند هستند. اسرائیل که عفو بین الملل آن را دولت آپارتاید می داند به نسل کشی در غزه متهم است. نهاد قضایی بین المللی وابسته به سازمان ملل در رسیدگی به شکایات آفریقای جنوبی با هدف توقف فوری عملیات نظامی در رفح و حکم به خروج اسرائیل از رفح و توقف عملیات نظامی را داده است. اما اسرائیل با حمایت آمریکا، انگلیس و آلمان از این مسئله سرباز می‌زند. اخیراً نتانیاهو کابینه جنگ را منحل کرد. عده‌ای آن را ضربه به راست افراطی می‌دانند. ما برای بررسی این مسئله که آیا انحلال کابینه جنگی اسرائیل میتواند تأثیری در جنگ داشته باشد یا نه، همراه میشویم با آقای نجات حسینی، تحلیلگر مسائل فلسطین و منطقه خاورمیانه. سلام، خوش آمدی آقای نجات حسینی. با درود به شما و بینندگان این برنامه. آقای نجات حسینی، همونجور که من در صحبت ها گفتم، میخوام ببینم، همونطور که خودتون میدونین نتانیاهو کابینه جنگ رو منحل کرد. بعضی ها اونو ضربه به راست افراطی میدونن. میخوام ببینم انحلال اون چه تأثیری بر جنگ میتونه داشته باشه؟ بله، اگه برگردیم به عقب، خب میبینیم بعد از 7 اکتبر این کابینه جنگی که تشکیل شد، هدفش این بود که در واقع جنگی که به جریان افتاده بود علیه حماس و مردم غزه، این جنگ رو بتونن با هماهنگی سایر نیروهای سیاسی در اسرائیل هماهنگ پیش ببرن. هدف این بود. البته به این معنا نبود که یک بستری ایجاد کنه که تمام نیروها در اون دخیل باشن، بلکه چند نفر از میانه روهای سیاسی اسرائیل، از جمله گانتس که ژنرال پیشین ارتش بوده و الان هم رهبر حزب اتحاد ملی در اسرائیل هست، از این دعوت کردن بیاد. یک ژنرال بازنشسته دیگر رو دعوت کردن بیاد و چند نفر دیگه از سیاستمدارا و همشون در همون مدار میانه رو، اینا رو دعوت کردن که اینا بیان با کابینه افراطی و دستراستی نتانیاهو به طور هماهنگ بتونن جنگ رو به پیش ببرن، که احیانا در آینده وقتی که بررسی میشه نتایج این جنگ، فقط نتانیاهو و دولتش نباشن که باید بهای احتمال شکست احتمالی رو بپردازن. اینه که با یک همچین پیشبینی از اینا دعوت کردن بیان.
خب وقتی اینا میخواستن بیان شرطشون این بود که دو وزیر افراطی که در کابینه، چون بنا بود که همون کابینه که نتانیاهو داره، اینا بیان با مجموعه اون کابینه در واقع یک جمعی رو تشکیل بدن به نام کابینه جنگ. ولی افرادی که نتانیاهو دعوت کرده بود بیان، اینا شرط این شرط رو گذاشتن که دو وزیر به اصطلاح اولترا راست کابینه اسرائیل، این دو وزیر در کابینه جنگ نباشند. بنابراین کابینه جنگ محدود شد به بعضی از وزرای دولت نتانیاهو و این افرادی که از اینا دعوت کرده بود. خب اینا اومدن و این جنگ رو در واقع برنامه ریزی جنگ رو حالا با تأیید یکدیگر، در همین طور که میدونیم در این 7-8 ماه به پیش بردم و در واقع اختلاف چندانی هم بین اینا نبود. همین الان هم در رابطه با خود جنگ علیه حماس اختلافی بین اینا نیست. صحبت از این هست که بعد از جنگ چه برنامه ای داریم. خب دولت نتانیاهو مخصوصا با تکیه بر خواست اون وزرای افراطی راست، این دولت هدفش اینه که برای ابد در غزه سلطه اسرائیل حفظ بشه. و همینطور که حتما در اخبار شنیدید، حدود 30% از مساحت غزه رو، مساحتی که متراکمترین جمعیت جهان رو در خودش جا داده بود، 30% دیگر از این اومده اسرائیل الان با خاک یکسان کرده، چون تمام اینا ساختمون بود. تمام اینا رو مناطق مسکونی و شغلی مردم بود. تمام اینا رو این 30% رو با خاک یکسان کرده. در حاشیه غزه بین خاک اسرائیل و نوار غزه یک کوریدوری به وجود آورده به نام منطقه ایزوله، که میخواد در این منطقه هیچ نیروی نظامی وجود نداشته باشه و فاصله بندازه بین در واقع ساکنین غزه و شهرک نشین های اسرائیلی، و اون طرف هم خب نظامی های اسرائیلی حاکم هستن تو همین کوریدور، هم اونا خانه‌ها تسلط دارن. به این ترتیب یه جدار حفاظتی برای شهرک نشین ها درست کنه. یکی این، یکی دیگه هم که بین شمال و جنوب غزه تقریبا در وسط، یعنی در اون جایی که آمریکا هم اومده اونجا یه بندر به اصطلاح موقت دایر کرده، یه خط افقی اگه بکشیم تو نقشه غزه، این خط افقی در این مسیر هم اومده باز دوباره یک منطقه ایزوله ایجاد کرده، یعنی شمال غزه رو از جنوب غزه جدا کرده برای اینکه دو تا منطقه کوچک داشته باشه و این دو تا منطقه رو بتونه با نیروهای سرکوبگر و نظامی خودش برای همیشه تحت تسلط قرار بده و اینا رو کنترل کنه، یعنی غزه رو به دو نیم بکنه و از اون طرف هم یک حاشیه وسیعی از غزه رو به عنوان ایزوله داشته باشه. خب این خواست نتانیاهو بوده و الان هم داره در همین مسیر پیش میره، ولی اون افرادی که گفتم از میان روها بودن و اومده بودن توی کابینه جنگ، اونها طرفدار این نیستن. اونها معتقدن که جنگ باید تا نابودی کامل حماس ادامه پیدا کنه، اما بعد از جنگ اسرائیل نباید در نوار غزه باقی بمونه. البته سیاست اونا با خواستای آمریکا هم هماهنگ هست. چنان که میدونیم گانس چند وقت پیش دعوتی داشت از کاخ سفید، بدون اینکه هیچ اطلاعی به دولت اسرائیل داده باشن از اون دعوت کردن. در اونجا رفت با مشاورین کاخ سفید و بعد گروه هایی که به هر حال تصمیم میگیرن برای کمک ها به اسرائیل و اینا، ازش پذیرایی کردن و باهاش مذاکره کردن و درباره همه چی، از جمله بعد از اینکه جنگ تموم شد اسرائیل چه برنامه‌ای باید داشته باشه، اینا رو با گانتس هماهنگ کردن.
ولی دولت اسرائیل در همون چارچوب خواسته خودش همچنان باقی مونده و به محض اینکه البته به محض اینکه قبل از اینکه اینا بخوان از کابینه جنگ بیان بیرون، اینا 6 شرط اعلام کرده بودن. اواسط ماه مای بود که 6 شرط به دولت اسرائیل پیشنهاد کردن برای بعد از جریان جنگ. یکی از شروط این بود، شرط اولش این بود که جنگ رو تا نابودی کامل حماس ادامه باید بدید. خب اینو نتانیاهو هم باهاش موافق بود و کابینه دولتش باهاش موافق بودن. ولی 5 نقطه دیگه همه مربوط میشد به چگونگی اداره غزه بعد از پایان جنگ و بهش پیشنهاد کردن به دولت که ما این پیشنهادات رو میدیم تا 8 ماه ژوئن باید به ما پاسخ بدید که آیا این پیشنهادات رو میپذیرید یا نه. اگه نپذیرفتید ما از کابینه جنگ بیرون خواهیم رفت. به محض این که اونا از کابینه جنگ اومدن بیرون، چون این پیشنهادات مورد قبول دولت اسرائیل واقع نشد، به محض این که اونا اومدن بیرون، وزرای افراطی که اینا رو کنار گذاشته بودن به خاطر اینکه بتونن اون میانه روها رو وارد کابینه جنگ بکنن، اینا جلو اومدن و از نتانیاهو خواستن که یا ما رو وارد کابینه جنگ میکنی حالا، یا اینکه ما استعفا میدیم و دولت تو فرو خواهد ریخت. اینه که اینجا نتانیاهو الزاماً برای اینکه اونا رو نیاره تو کابینه جنگ، چون میدونست دیگه اون کابینه با هیچ یک از طرفداران اسرائیل هماهنگ نخواهد بود، چنین کابینه دیگه حتی آمریکا ممکنه که ارسال اسلحه‌اش رو به اسرائیل متوقف میکرد، چرا که پیش از این هم بارها به دولت نتانیاهو فشار آورده بود که این وزرای افراطی رو از کابینت دور کن. حالا اینا اگه می‌خواستن بیان تو کابینه جنگ و آتش جنگ رو بدمن، طبیعتاً با عکس العمل کشورهای حامی اسرائیل مواجه می‌شدن. به همین دلیل بود که نتانیاهو کابینه جنگ رو ملغا کرد، اونو تعطیلش کرد و در واقع هدایت جنگ برگشت به همون کابینه عمومی دولت اسرائیل و الان اونا هستن که جنگ رو در واقع هدایت میکنن. خب حالا اینکه اینا چه تأثیری میتونه گذاشته باشه، اولا این جریان، اینا که از کابینه جنگ اومدن بیرون، دو قطبی که در واقع رگه هایی از دو قطبی در جامعه اسرائیل ایجاد شده بود، نه به خاطر ادامه جنگ علیه حماس، چرا که اکثریت مردم اسرائیل، حتی نیروهایی که پیش از این به نام نیروهای چپ نامیده می شدن و طرفدار صلح بودن، تقریبا میشه گفت اکثریت اینا الان طرفدار ادامه جنگ علیه حماس هستن. بنابراین در این نقطه خب با این گروه گانتس و اونایی که از کابینه جنگ اومدن بیرون اختلاف چندانی وجود نداشت. ولی اینا نمیخوان که جنگ رو نتانیاهو هدایت کنه، چرا که میبینن که نتانیاهو ادامه جنگ رو نه به خاطر یک ضرورت در راستای امنیت اسرائیل داره ادامه میده، بلکه فقط به خاطر اینه که دور کنه خودشو از اون دادگاهایی که در انتظارش هست به خاطر فساد مالی و اینکه از مقام در واقع دولتیش کنار گذاشته بشه، به خاطر حفظ مقامش و اونم به خاطر اینکه درگیر اون دادگاه ها نشه و به زندان و این چیزا محکوم نشه، این جنگ رو داره ادامه میده. از این زاویه است که اون اکثریتی که طرفدار جنگ هستن طرفدار این نیستن که جنگ رو دولت نتانیاهو ادامه بده. اونا طرفدار جنگی هستن که از دیدگاه اونا به طور منطقی تا نابودی حماس به پیش بره و بعد مسئله رو در واقع جنگ رو خاتمه بده. اونا طرفدار این هستن. از طرف دیگه هم خب فشار داخلی در
اسرائیل فشار خانواده های اسرایی که هنوز در دست حماس هستند، که البته تعداد اینا هم به شدت تقلیل پیدا کرده و همین چند روز پیش این تعداد رو تخمین زدن به کمتر از 40 نفر و بقیه در اثر حملات کوری که اسرائیل با بمباران های بسیار وحشیانه انجام داده اینا کشته شدن. به هر حال تأثیری که این جریان گذاشت که این بود که این دو قطبی شدن جامعه اسرائیل رو تقویت کنه، یعنی اون قطبی که مخالف نتانیاهو بودن امروز اون قطب به شدت تقویت شده و الان دیگه تظاهرات صرفا تظاهرات بزرگ انجام میشه برای اینکه نتانیاهو از کار برکنار بشه. به این دلیل به هر حال گفتم دو قطبی تقویت شده. درسته. و حتی اخیراً ما میبینیم که تظاهراتی هم در تل آویو، تظاهرات بسیار وسیع در جریانه، تظاهراتی که در واقع شاید به مرحله قبل از جنگ نرسیده باشه، ولی این تظاهرات حتی جلوی مثلا اومدن جلوی نخست وزیری شروع کردن به تظاهرات کردن، اونم در شرایط جنگی تعدادش خیلی گسترده تر از قبل بوده. تأثیر این چقدر میتونه باشه بر جنگ؟ بله طبیعتا اینا فشاریه که به دولت اسرائیل وارد میشه مستقیما از یک سو و غیر مستقیم وقتی که کشورهای حامی اسرائیل میبینن که یک همچین تظاهراتی در حال انجامه و یک همچین خواستی برای برکناری نتانیاهو در خیابانهای اسرائیل جریان داره، طبیعتا اونا هم فشار خودشونو به دولت اسرائیل افزایش میدن. و در این میان نتانیاهو برای اینکه مظلوم نمایی بکنه همین چند روز پیش اومد گفت که آمریکا تسلیحاتش رو به روی ما بسته، ارسال تسلیحات به روی ما رو بسته، که این رو خود آمریکایی‌ها به عنوان یه دروغ بزرگ، یه دروغ ساختگی، چون اونا میدونن که تسلیحات جریان تسلیحات ادامه داره. یعنی علی‌رغم اینکه بایدن در واقع طرح بایدن برده شد به شورای امنیت سازمان ملل و اونجا به تصویب رسید و آتش‌بس فوری در غزه رو خواستار بود، علی‌رغم این و علی‌رغم این که دادگاه کیفری بین‌المللی، دادستان دادگاه کیفری تقاضا کرده که از اون دادگاه تصویب کنن که نتانیاهو و رئیس در واقع وزیر جنگ اسرائیل این دو نفر لااقل دستگیر بشن، علی‌رغم همه اینا ما بینیم که ارسال اسلحه و مهمات از کشورهای غربی طرفدار اسرائیل و آمریکا همچنان ادامه داره. یعنی اونا وقتی هم در واقع درباره آتش‌بس صحبت میکنن، وقتی که درباره حتی صلح صحبت میکنن، همه اینا فقط یه نوع طرف است یا نهایتاً یه نوع نوشته روی کاغذه. مصوبه فردان شورای امنیت سازمان ملل که با تایید آمریکا در واقع میشه گفت صورت گرفت، که آمریکا رأی ممتنع داد دیگه، رد نکرد، یعنی تایید ضمنی. خب وقتی اینجوری هست، خب باید اگر واقعاً بایدن طرفدار آتش‌بس بود، آتش‌بس فوری میخواست، خب در برابر اسرائیل که این مصوبه رو زیر پا گذاشته باید یه عکس‌العملی نشون میداد. هیچ عکس‌العملی وجود نداره. ارسال اسلحه همچنان ادامه داره. و این دروغی هم که نتانیاهو گفت، الان یه بخشی از دموکرات‌ها خواستار اینن که دعوتی که سنا و مجلس نمایندگان از نتانیاهو کردن این دعوت رو پس بگیرن اینا، که البته این دعوت هم باز خودش نشانه ای از دو قطبی بودن سیاست در آمریکاست. الان تحلیلگرها در واقع معتقدن که نتانیاهو با جمهوری خواهان آمریکا برای پیشگیری از انتخاب مجدد بایدن همدستن و اینا با هم کار میکنن و اینا با هم سعی میکنن که
جناح بایدن رو هر چی ممکنه تضعیفش کنم. الان این مانور سیاسی که یک دعوت سنای آمریکا و کنگره آمریکا مشترکاً یه اجلاسی رو برای 24 ژوئن در نظر گرفتن که نتانیاهو بره اونجا و به زعم اینایی که دعوت کردن نتانیاهو بیاد اونجا از وظیفه دموکراتیک خود، از دموکراسی در اسرائیل، از مبارزه با تروریسم و از اینکه اسرائیل خواهان صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه است برای نمایندگان مردم آمریکا و برای مردم جهان در اونجا سخنرانی کنه. خب این در حالی که بایدن از وقتی رئیس جمهور شده تا حالا یک بار هم نتانیاهو رو به کاخ سفید دعوت نکرده. در واقع یه اشاره ای به این که اشاره ای با نارضایی از سیاست های نتانیاهو که البته گفتم این نارضایی ها هیچ جنبه عملی نداره، هیچ چیزی رو در واقع از واقعیت های موجود کم نخواهد کرد، ولی در این حال به خاطر نارضاییش حالا این یه نشانی از این بوده که اینو دعوت نکرده، ولی کنگره میاد بدون اطلاع کاخ سفید از این آدمی که الان محکوم به جنایات جنگی و متهم به جنایات جنگی و نسل کشی هست از این دعوت میکنه اونجا که بیاد درباره دموکراسی صحبت. به هر حال اینا همه این دو قطبی ها میشه گفت که تقویت میشه و تقویت شده، چنان که گفتم الان بخشی از دموکرات ها در آمریکا خواستار این شدن که سنا و کنگره، البته اینا در اقلیت هم، ولی خواستار این شدن که دعوت نتانیاهو رو پس بگیرن و ازش اجازه ندن بیاد در اونجا سخنرانی کنه. خب تمام اینا میشه گفت تاثیرپذیر هست از این که یک گروهی از مدرات ها از میان روهای اسرائیل از کابینه جنگ بیرون اومدن. بله این جریانات هست، ولی در واقع همین امروز من یه تحلیل دیدم از یه کارشناس نظامی که میگه هیچ تأثیری در جریان جنگ نداره مادام که کشورهای غربی به ویژه آمریکا نخوان یه عکس العملی جدی در برابر شخص نتانیاهو و دولت نتانیاهو نشون بدن. مادام که اونا نخوان هیچ تأثیری نداره، جنگ همچنان ادامه داره. اسرائیل همین در خبرهای امروز بود که در 24 ساعت گذشته 104 نفر رو در غزه به قتل رسونده و هر روز این قتل ها وجود داره روی خونه های مسکونی، روی چادرهای پناهنده. دیگه الان به چادرها رسید. بله چون چیزی دیگه نمونده. چیزی نمونده که بخواد تخریب کنه. هر چی که مدرسه و بیمارستان و مسجد و درمانگاه و دانشگاه و هر چی که بوده، هر چی از نهادهای مدنی بوده که برای انسان، برای زندگی انسان ها میتونسته کمک باشه، همه اینا رو از بین برده. حالا میاد رو چادرها بم میرزه و همه اینا در راه هدف در واقع همون کابینه راست افراطیه که هدفش تخلیه غزه است. تخلیه غزه یعنی این که تا حالا ما ندیدیم هنوز که چند تا کشتی مسافربری رو بیان در کنار اون بندری که آمریکا ساخته مستقر کنن و بعد بگن غزه یا هر کی میخواد فرار کنه بیاد فرار کنه، هنوز این نشده، ولی میتونه در همین راستا این کابینه راست افراطی این جنگ رو ادامه بده تا اینکه مردم غزه به سطوح بیان و حتی به ناکجا آباد هم که شده پناه ببرن برای اینکه زنده بمونن. همه این حملات در این جریانه، یعنی نمیخواد فشار روی مردم غزه رو در واقع برداره. من میخوام ببینم اینجا نقش مؤسسای خارجی و دولتهای اروپایی و آمریکایی، ما حتی میبینیم که اخیراً خود هند اومده حدود تعداد بسیار زیادی کارگر برای فلسطین اعزام کرده. از اون ور
که خب نقش دولت آلمان، فرانسه، آمریکا که به طور وضوح مشخصه که دائما دارن تسلیحات میدن، کمک‌های مالی میدن، ولی از طرفی حتی چین هم در واقع تجارت خودش رو با اسرائیل به تعویق ننداخته و همچنان ادامه داره تجارتش با اسرائیل. یعنی عملا دارن کمک میکنن به اسرائیل از لحاظ مالی و این نقش به هر ترتیب هر جنگی هزینه بسیار زیادی رو در بر میگیره و اسرائیل در تمام این مدت اگه کمک این کشورها نبود تا حالا نمیتونست همچنان به اینجور جنگی که دائما داره تهدید میکنه، حتی اخیرا لبنان رو تهدید داره میکنه، یعنی فقط به مسئله غزه قانع نیست، حتی به رفح هم میخواد حمله کنه، یعنی داره حمله میکنه، چادرها رو داره حتی میزنه. و این نقش این مؤسسه رو شما چگونه میبینی؟ خب اینجا واقعیت برمیگرده به سرمایه‌داری جهانی. شما ببینید الان در کنگره آمریکا، در سنای آمریکا و حتی در کابینه خود بایدن همه سرمایه‌داران نشستن. در آمریکا دیگه یک آدم معمولی بی پول یا کم پول نمیتونه اصلا در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنه. رقابت‌های انتخاباتی بسیار پرهزینه است. یا باید متکی به یک جایی باشه، به یک صندوقی، به یک شرکتی، به یک نهادی. مثلا الان رئیس کنگره آمریکا این آقای مایک جونسون که طرفدار سرسخت اسرائیل هست و حتی همین دو روز پیش گفته بود که ما وظیفه ما در حمایت از اسرائیل یک وظیفه انجیلی است، انجیل بر ما تحمیل میکنه این وظیفه رو. یعنی شما ببینید رنگ مذهبی هم به این میده و خود این آقا از مسیحای انجیلی هست که با کمک آیپک، یعنی اون لابی قدرتمند و ثروتمند یهودیا در یا اسرائیل در آمریکا، با پول اونا این آقا در مبارزات انتخاباتی شرکت کرده و پیروز شده و الان هم شده رئیس کنگره. یعنی تمام این نماینده های جوری نمایندگیشون یا بستگی به جیب پرپول خودشون، سرمایه های خودشون، سهامی که در کارخونه های تسلیحاتی این بر اون بر دارن، یا از این طریق پولدار شدن و این پولا باید ادامه پیدا کنه، بنابراین خواستار ادامه جنگ در هر جای دنیا هستن تا بتونه این صنایع نظامی رونق داشته باشه، یا اینکه از نهادها و مؤسساتی پول میگیرن که اونا دست سرمایه‌داری جهانی هست، مثل آیپک که اون رو در واقع آیپک پولی که میده یهودی گرسنه و نمیدونم بیکار و اینا که نیستن که هزینه اون رو تأمین میکنن. سرمایه دارای گردن کلفت یهودی در تمام دنیا هستن که سرمایه میذارن اونجایی که اون نماینده ها رو انتخاب کنه، حتی پرزیدنت انتخاب کنن تو آمریکا با اون پولا و سیاست های خودشون از به پیش ببرن. اینه که در اینجا همینجور که گفتید، خب کشورهای غربی اونچه که میبینیم، حتی هند، در هند الان سرمایه‌داری بزرگ در هند الان داره غوغا میکنه. یعنی در هندی که ممکنه در بعضی روستاها آدم ها از گرسنگی هنوز جان بدن، در اونجا آخرین مدل اتومبیل ها در شهرها چنان روانه که بعضی ها اینا رو میبینن فکر میکنن در مدرن‌ترین شهر دنیا الان ساکن شدن. یعنی در اونجا هم سرمایه‌داری به شدت رونق پیدا کرده و یکی از کارهایی که سرمایه‌داری در اونجا میکنه تسلیحات هست و بسیاری از این تسلیحات به اسرائیل فرستاده میشه و هند هم با نتانیاهو روابط بسیار خوب و نزدیک برقرار کرده که بتونه این بازار گرم رو برای همیشه داشته باشه. اینه که در اینجا جاپای در واقع سرمایه‌داری جهانی است که این تأثیر رو میذاره و این روابط همچنان ادامه داره و علی‌رغم تمام محکومیت‌های
عدالت جویانه یا از نهادهای بین المللی یا سازمانهای بشردوستانه. علی‌رغم تمام اینا میبینیم که جریان ادامه داره و هیچ تغییری در روال مسلح کردن اسرائیل ایجاد نشده. آقای نجاد حسین، اخیراً حزب الله لبنان تصاویری از حیفا اسرائیل منتشر کرده. خب ما میدونیم که حیفا مرکز در واقع تأسیسات و مرکز تجاری اسرائیل محسوب میشه، یعنی تمام چیزهای نظامی اسرائیل در اونجا متمرکزه و با انتشار این تصویر، این حرکتی که انجام داده یه سری واکنش‌هایی رو به همراه داشته. شما این حرکت حزب الله رو در واقع چگونه بررسی می‌کنید؟ بله، ببینید، حزب الله میشه گفت که مسلح‌ترین و قوی‌ترین نهاد نظامی غیر دولتی در دنیاست، چه از نظر نفرات که 40 تا 50 هزار نفر افراد مسلح داره. الان تخمین میزنن که بیش از 130 هزار موشک های نسبتا مجهز که بعضی از اونا نقطه زن هست، خیلی دقیق میتونه، حالا این البته کارشناسای غربی اینا رو مطرح میکنن، اونا چقدر اطلاعاتشون درسته نمیدونم، چه بسا میخوان اتهام بزنن به خاطر اینکه بعدا اسرائیل بتونه با اینا به راحتی مقابله کنه. ولی در این حال بر اساس تخمینی که کارشناسای نظامی غربی زدن، موشک هایی داره که بسیار مجهز هستن، دقیق میتونه نقطه یابی کنه و یه هدفی رو ویران کنه. خب یک همچین جریانی الان وجود داره و اینکه حزب الله حالا این سعی کرده که یه نوع تهدید رو در واقع در برابر فشارهایی که الان روش هست، فشارهای بسیار زیادی الان رو حزب الله هست. همین امروز در خبرها بود که بسیاری از خانواده های سران حزب الله و حتی بعضی از خود این فرماندهان و سران حزب الله همه راهی ایران شدن، یعنی همه رفتن در ایران چون گمان میکنن که اسرائیل داره آماده میشه برای حمله و الان نشانه هایی از این در سطح جهان پیدا شده. چندین کشور غربی از جمله کانادا و چند کشور اروپایی خواستار تخلیه شهروندانشون از لبنان شدن، بسیاری از کشورها سفیراشون از لبنان فراخوندن. یعنی اینا به هر حال یه خبرای پشت پرده دارن که اسرائیل داره آماده میشه که یه جنگ تمام عیاری رو همینطور که قبلا گفته بود به انجام برسونه. الان حزب الله در فاصله در واقع 6 کیلومتری مرز اسرائیل موضع داره، یعنی مواضع نظامی 6 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله داره، ولی اسرائیل خواسته که اینا بعد از رودخانه‌ای به نام لیتوانی هست در لبنان، به بعد از اون که 20 کیلومتر از مرز فاصله داره برگردن، و اگر برنگردن اسرائیل با تمام نیرو برای یک حمله تمام عیار علیه اونا مجهز هست و این کار رو به انجام خواهد رسوند. خب این تهدید از این ور هست، از اون ور هم حزب الله به هر حال با امکاناتی که داره، ولی واقعیت هم اینه که خب حزب الله امکاناتش محدوده، اون مثل اسرائیل نیست که علنا با کشتی و با هواپیما و از همه جای دنیا براش مرتب اسلحه بفرستن. حزب الله تنها منبع تغذیهش جمهوری اسلامی هست و راه جمهوری اسلامی هم به لبنان، اولا دریا که در محاصره اسرائیل و خود نیرو دریایی لبنان هست و اجازه نمیدن کشتی های ایرانی بتونه در ساحل اونا بارگذاری کنه، ولی تنها راهی که مونه راه زمینی هست از طریق سوریه، در واقع مثلا از عراق بیاد به سوریه و از سوریه برسه به ایران، یا از طریق هوا بیاد به سوریه.
بسیاری از فرودگاه هایی که ایران به اونا دسترسی داشت اینا رو بمبارون کرده اسرائیل در سوریه، و به محض اینکه بفهمن یه هواپیمایی داره از ایران میاد اینا چک میکنن کجا میشینه، این حامل چه چیزایی هست، و عکس العمل نشون میدن. بسیاری از انبارهای حزب الله که در سوریه بوده و کم کم تسلیحات از اونجا به لبنان منتقل میکردن همه از بین رفته است. اسرائیل مرتب اینا رو بمبارون کرده و میکنه. اینه که امکانات نظامی اینا محدودیت داره و اینا نمیتونن یه جنگ دراز مدت رو تحمل کنن. خب جنگ چریکی وقتی هست اونم به هر حال یه عده افراد مسلح دارن، به شیوه چریکی میتونن مثل حماس عکس العمل نشون بدن. چنان که میبینیم هنوز حماس با اینکه بسیاری از رزمندگانش در غزه به زمین افتادن، ولی جوانایی که هیچ آینده ای در غزه ندارن و آیندهشون فقط اینه که بتونن یه نیروی مقاومتی داشته باشن که بتونن حقشون رو به زور از اسرائیل بگیرن، تفنگایی که میفته زمین اینا برمیدارن. به همین دلیل این جنگ ادامه پیدا کرده. اما در لبنان وضع به این شکل نیست حتی. یعنی حتی جنگ چریکی هم بشه بسیار محدود خواهد بود، به خاطر اینکه اونایی که در لبنان می جنگن انگیزه مردم غزه رو ندارن. اونا به هیچ وجه این انگیزه ندارن. اکثرشون مزدورن. با حقوقای خوبی که از جمهوری اسلامی بهشون داده میشه به دلار، اونا با اون می جنگن. اینه که جنگ حزب الله خانخواب محدود خواهد بود. اسرائیل تهدید میکنه، حزب الله بعید نیست که یه جوری عقب نشینی کنه، چون میدونه که جمهوری اسلامی هم در شرایطی نیست که بخواد وارد جنگ بشه، بخواد به خاطر حفظ حزب الله وارد لبنان بشه و از اونجا با اسرائیل بجنگه، یا اینکه از ایران مثلا اسرائیل رو مورد تهدید قرار بده. هرگز به نظر نمیاد که ایران در چنین شرایطی الان باشه و حزب الله هم گفتم توانش محدود هست، به ویژه اینکه خود حزب الله در لبنان شدیداً زیر فشار دولت لبنان هست. خودشون عضو دولت لبنان هستن ولی اکثریت که نیستن. اینا 4-5 تا وزیر بیشتر در دولتی که بیش از 20 تا وزیر داره اینا ندارن و زیر فشار همه اون وزرا هستن و ارتش لبنان هرگز از اینا حمایت نمیکنه. ارتش لبنان اگر عکس العملی نسبت به اینا نشون نمیده روی عجز و ناتوانیشه، و الا همشون دشمن حزب الله هستن. اینه که از اون ور فشار داخلی لبنان، از اون ور در واقع ناتوانی جمهوری اسلامی در حمایت بیدریغ و گسترده، و از اون طرف هم فشار اسرائیل، این جنگ رو خاتمه خواهد داد. این الان اسرائیل نیروهاشو در غزه جمع‌آوری کرده، بسیاری از تانک ها و نیروهای سنگین نظامیشو همه رو برده شمال اسرائیل، که در واقع یه نوع تهدیدی رو که حرفشو زده بتونه سازماندهی کنه، و شاید هم سازماندهیش باعث بشه که حزب الله یه جوری به یک توافقی برسه با میانجی ها و با میانجیگری ها. اینه که من نگاه هم اینه که جنگ لبنان گسترده نخواهد شد. اسرائیل در همون جنوب لبنان ممکنه که با حزب الله درگیر بشه، ولی میدونه که بقیه لبنان نه طرفدار جنگ هم و نه طرفدار حزب الله. با این حساب فکر میکنین این جنگ تداومش تا کی میخواد پیش بره؟ به نظر میاد که با توجه به انتخابات آمریکا که الان در حال در واقع وقوع هست، 3-4 ماه بیشتر نمونده، این جنگ باید تمام بشه. یعنی چرا که آمریکا مهره اصلی هست در آتش افروزی این جنگ. این سلاح‌های آمریکایی هست که جنگو در این منطقه زنده نگه داشته.
و هر وقت این سلاح ها فروکش کنه این جنگ میخوابه. و الان به نظر میرسه که دولت بایدن داره آماده میشه برای یک همچین جریانی و اینو اسرائیل هم میدونه. هیچ بعید نیست قبل از اینکه دولت آمریکا بخواد نوعی تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل رو به اجرا بذاره، خود اسرائیل به این جنگ پایان بده به نوعی. مرسی، من سوال خاصی ندارم، ولی اگه خودتون صحبت دارین که میخواین مطرح کنین میشنویم. یک مقاله امروز در نیویورک تایمز در آمریکا بود و مال توماس فریدمن هست که یه مفسر سیاسی و کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه است. این مقاله محتوای یه سری تفاسیری است که بد نیست من یه اشاره بهش بکنم. تیتر مقاله اینه که اسرائیل هر روز تنها تر میشه و در واقع یه هشداری هست کلن به دولت اسرائیل. و بعد پیشبینی میکنه، میگه با شکست کابینه راست افراطی اسرائیل در غزه انتظار میره که همین شکست در ساحل غربی رود اردن، در یمن و در لبنان هم در آینده نزدیک دیده بشه. یعنی در واقع پیشبینیش اینه که اسرائیل در همه این مناطق شکست خواهد خورد، نه فقط در غزه. و این خودش یک تحلیلی از یک کارشناس خاورمیانه و یک مفسر سیاسی آمریکایی است که میشه گفت بر اساس واقعیتایی که اونا درک میکنن، درک از اون چیزی که الان روی زمین در جریانه. این مقاومت مردم غزه واقعیت هم نشون داده که تا کنون هم اسرائیل باخته. یعنی شما حساب کنید 8 ماه جنگ در یک محدوده‌ای که از هر طرف در محاصره بوده، در یک محدوده‌ای که حتی نان و آب و سوخت و همه چی رو در اونجا محدود کردن و جلوش رو گرفتن، ولی جنگ تونسته همچنان ادامه پیدا کنه. و این نشون میده که چه مقاومت واقعا باور نکردنی ما شاهدش هستیم که کمتر تا حالا در تاریخ اتفاق افتاده. ما هیچ جنگ وحشیانه ای رو در یک منطقه ایزوله و بسته مثل نوار غزه تا حالا در تاریخ نداشتیم. و بعد مقاومت مردم این سرزمین با اون جمعیت اندکش در برابر بزرگترین ماشین نظامی جهان با حمایت آمریکا که حساب کنیم، واقعا یک نمونه است که تا به حال در تاریخ وجود نداشته. و امیدواریم که مردم غزه بتونن با این پایداریشون نتایجی رو رقم بزنن برای مسئله فلسطین. و مسئله فلسطین، برای مسئله فلسطین ما شاهد یک صلحی نسبتاً عادلانه باشیم. امیدواریم هرچه سریعتر صلح رو ببینیم و واقعا از این کشتاری که هر روز انسان از خواب بیدار میشه با صحنه‌هایی که روبرو میشه، یک فشار بسیار زیادی رو کسایی که در واقع بوی از انسانیت بردن تحمل میکنن.